Հարգելի հեռուստադիտողներ, բարև ձեզ։ Վստահ եմ բոլորդ գիտեք, տարիներ, տարիներ ուրեմն այս բնագավառում աշխատել եմ։ Իհարկե սկսել եմ պարսկերեն լեզվով, հետո ավելացրել հայերենը։ Սկսել եմ ամբողջ առաջի անգամ, առաջի հայ, որ դուրս եմ եկել ամենուր սատելայտների միջոցով։ Եվ ուրախ եմ, հավաքել եմ լավ ընկերներ, լավ ծանոթներ ամբողջ աշխարհում, բայց մարդիկ են եղել իմ կողքը այդ տարիների ընթացքում, որ քաջալերել են ինձ, ընկեր են դարձել ինձ, փորձել են օգնել, ինձ միշտ ասել, քեզ մոտ լավ է ստացում, քեզ մոտ լավ է ստացում։ Այդ մարդկանցից մեկն է այսօր իմ հյուրը, որը սիրով ուզում եմ ներկայացնել, լեջենդ։ It's a pleasure to sit down with you and interview. I guess it's very hard. It's not that easy to sit down with a legend. Pleasure is mine. خیلی خوشحالم که بعد از سالها باز در یک تلویزیون ارمنی زبان یک اینترویوی کوچیک دارم و میخواستم بگم سیرلی هایر چل چاوتانه. آخ آخ خوب بود؟ اوه مای گاد، اوف کورس و میدونم با دلو جون شما میگین و میدونم که ارمنی ها دوست دارم، ولی آقای فرشید ابیسان این منیجر، the one he works so hard، واقعا تشکر میکنم. میدونم شما زیاد تلویزیونی نیستین، ولی معمولا من خواهش کردم که با در کنار ما باشی و میدونم که چقدر شما کارهای خوب انجام میدین، especially تو کانسرت ها، and as his son, as his manager, the main guy. Thank you so much for coming with us. Thank you. خب میدونم ارمنیا خیلی دوستتون دارم. منم دوست دارم. به خدا شاید بعد از شنونده های فارسی زبانم دقیقا دوستان ارمنه خیلی به من محبت دارن، خیلی زیاد، و همیشه کنسرت ها حضور دارن. من خیلی دوستان ارمنی خیلی خوب دارم از زمان بچگی، الان هم اینجا دوستان خیلی نزدیک، مارتیک هست، دوست عزیزم شادروان، آندرانیک، اکثر نوازندگان من هم بچه هایی که با نوازنده که نه، همکاران بسیار خوبم ارمنی هستن. آشد جان ارمنی 10-11 ساله با من کار میکنه، نازو جان ارمنی با من سالها کار میکرد. من دوستان ارمنی خیلی دوست دارم، از زمان بچگی هم با یه مقداری از رفقای ارمنی زندگی کردم، یه 4-5 تا کلمه هم که بلدم. ولی خوب بلدین، خوبم صحبت میکنین، میدونم ولی اون زمانه، و باعث افتخار من هست که دوستان خوب ارامنه منو خیلی ساپورت میکنن، خیلی پشتیبانی میکنم. همینجا از همشون بسیار بسیار سپاسگزارم که در این سالها، به خصوص در سالهایی که در امریکا هستیم، بیشترین پشتیبانی رو من از دوستان ارمنیم داشتم بعد از دوستان فارسی زبانم. این خودش برای من خیلی زیبا و خیلی حائز اهمیت. واقعا من تشکر میکنم و میدونم
که هر موقع که من اینوایتتون کردم شما اومدین، گفتین لطفا من دوست دارم بیام یه سری گلندل بزنم، ولی واقعا دارم این ویدیوها و it's a treasure. It's برای من یه ویدیوهایی هست که تو هم تو مموری مونده، هم همین که شما اجازه دادین 20 years ago بشینم و با شما اینترویو کنم با این فارسیه که من میدونم و بلدم و صحبت میکنم. باید خوشحالی منه. بعد از مدت‌های زیاد اومدم اینجا شما رو دیدم، خیلی سورپرایز شدم و خیلی خوشحال شدم از اینکه باز دوباره در کنار هم یک گفتگوی قشنگ و خوب خواهیم داشت. مرسی. اولین کنسرت کی بود و کجا؟ کانسپت کنسرت این است که توی یک آمفی‌تئاتر شما میشنید و به خواننده گوش میدید. قبلا در ایران کاباره بود، کلاب بود که مردم مشروبشون رو میخوردن، غذاشون رو میخوردن، ضمناً خواننده هم در استیج میخوند. منم خودم وقتی اومدم اینجا در کاباره تهران میخوندم، ولی کارهایی که میخوندم بیشتر یه مقدار شاید سنگین تر از زمانهای اول انقلاب بود. بنابراین یکی دو سالی کار نکردم به دلم و راستش میخواستم تکلیف خودم رو با لس آنجلس روشن کنم، ببینم من چه جور خواننده هستم. خواننده عروسی که نیستم، چون آهنگای من آهنگایی که برای پارتی باشه و عروسی این چیزا باشه نیست. بنابراین تصمیم گرفتم یه کنسرت بذارم به معنای واقعی کنسرت و سال 91 با کمک که دو تا دوستام سانتا مونیکا سیویک سنتر گرفتیم و اولین کنسرتی که فکر میکنم در لس آنجلس یا در امریکا به معنای واقعی انجام شد کنسرت سال 91 بود که بعد از اون دیگه فکر میکنم اکثر همکاران من ترجیح دادن که به صورت کنسرت مردم اجرا کنن، برای اینکه شنونده توجه میکنه بیشتر به خواننده. وقتی توجه میکنه بیشتر میفهمه خواننده صداش چجوریه، ترانه ها چجوریه، آهنگ هایی که میخونه چجوریه، بیشتر توجهش میره به سمت خواننده. بنابراین میتونه یک قضاوت خیلی خوب و راحت و بیرو دروازی راجع به خواننده‌ای که داره صداشو میشنوه داشته باشه. چه آهنگایی میخوندین اون موقع؟ خب اون موقع آهنگای قدیمی خودم رو میخوندم، آهنگایی که خونده بودم. خیلیاشون هم هنوز تو برنامه دارین اجرا میکنن؟ بله، هنوز هم مثلا قلب تو قلب پرنده مثلا هنوز من این اجرا میکنم. قلب تو قلب پرنده پوست تام و پوست شیر زندون تن و رها کن که از کارهای شادروان زنده یاد آقای واروژان عزیز که خیلی زود از میان ما رفت. بله هنوز هم اجرا میکنم آهنگای اون زمان رو. اونها دیگه پایه های اصلی کار من بودن. من یه چیزی من دوست دارم اضافه کنم که کالچر رو نگه داشتین اینجا تو لس آنجلس، راه رو باز کردین برای other singers, newcomers و این خیلی مهم هست. کالچر رو نگه داشتن تو یه کشوریه که زبان ما ندارن. ممنونم که این سوال رو کردیم. واقعا من در تمام من خب میتونستم مثل خیلی از خوانندگان، مثل خیلی از همکارام آهنگ های 6-8 بخونم با ترانه های بسیار ساده و برم مهمونی های عروسی، مهمونی هر آنچه،
ولی کشور ایران کشور ادبیات سالاره، یعنی ادبیات به سختی میشه ادبیات ایران رو با سایر کشورهای حتی اروپایی مقایسه کرد. ادبیات سالاره و من اوائل با کسانی آشنا شدم که یاد گرفتم چه ترانه بخونم که هم بتونم ترانه سالار بودن ایرانی رو بشناسونم، همین که بتونم ترانه بخونم که مفهوم به خصوصی داشته باشه، حال و هوای به خصوصی داشته باشه. از همون اولم کارم این بود و خوشبختانه با ایرج جنتی عطایی سالار ترانه‌سرایان ایران کار کردم، با یکی دیگه از همکاران بسیار خوبم که ایشون هم ارمنیه، با زویا زاکاریان شانس همکاری داشتم و این خانم منو ایمیج میکنه با ترانه های ایرانیش و نمیدونم واقعا چگونه این همه به ادبیات ترانه‌ای ایران مشرفه. با اینا کار کردم، بنابراین دیگه این توی من موند، من دیگه به خودم حق نمیدادم که ترانه های ساده بخونم و بخوام برم مهمونی های خصوصی یا عروسی. بنابراین خیلی هم بهم سخت گذشت، شاید من مثلا 2-3 سال قبل از این کنسرت اصلا کار نکردم و بعد از 2-3 سال تصمیم گرفتم که این کنسرت رو بذارم که خوشبختانه خیلی هم کنسرت موفق. چند تا آهنگ دارین شما؟ سانگز، how many songs؟ اصلا نشمردم، هر بارم که شمردم واقعا فکر کنم اشتباه کردم، یا زیاد شمردم یا کم شمردم، ولی فکر میکنم حدود 200 باشه، حالا یا 201 یا 198 نمیدونم. این دفعه باید حساب کنیم. نه نه نه، واقعیتش داریم لیست رو داریم درست میکنیم، ولی یکم بحث هست از راجع به بعضی از آهنگ باشن یا نباشن. بعضی از آهنگ خونده شدن ولی خب هیچ وقت نیومدن بیرون، یا اومدن بیرون ولی قرار نبود بیان بیرون، لیک شدن. اونا رو حساب میکنیم نمیکنیم، ولی در صورت تعدادشون همون دور و بر 200 هست. Which one is your favorite song? کدومشه که that's your I know all the songs are your babies. Which one is your favorite? If you ask me, I can tell you. من یه سوالی دارم. شما بگید کدوم؟ که عشق تو پاک میکنه شبا که قصه داری، دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری. اون هم یکی از I love that song. کارهای قشنگ از ترانه آقای امیر فرخ تجلی، بسیار ترانه عاشقانه زیبایی است با ملودی بسیار قشنگ آقای سیاوش خونیش. ولی برای من سوگلی آهنگ هام پوست شیره، قلب تو قلب پرنده، پوست تم و پوست شیر، زندون تن و رها کن ای پرنده پر بگیر. دلایل خیلی زیادی هم دارم برای این. من این آهنگ رو 45 سال یا 46 سال فکر میکنم، یک سال 2 سال قبل از اینکه بیام امریکا، 47 سال پیش خوندم
و این آهنگ الان شنونده 20 ساله داره. شنونده 18 ساله از این ترانه، از این آهنگ، از این ملودی خوشش میاد. انقدر این ملودی ساده و شیرینه، انقدر این شعر ساده و مفهوم بسیار والا و زیبایی داره که این تبدیل شده به سوگلی آهنگ هایی که من میخونم. همیشه هم معرفی میکنم سوگلی آهنگ هم و اجراش میکنم، ولی باقی کارم رو هم بسیار، اونها رو هم بسیار دوست دارم. در واقع همونجوری گفته مثل بچه های من میمونن. بله، همه آهنگاتون قشنگه، همه گوش میکنم، ولی که یاد میگیری. همین فارسی رو میگی از کجا یاد میگیری؟ خب کوچیک بودم اومدم، ولی همین آهنگا باعث شده که من فارسی من بهتر بکنم و دوست داشتم زبانا، میخواستم این زبانا. من الان شما فارسی بهتر از من صحبت میکنه. Thank you so much. میدونم که اکتبر فرست یک کنسرت خیلی بزرگه دارین کار میکنین که صحنه بیارین. سارم آقای فرشید از شما بپرسم. با پسم واقعا براجب کنسرت با فرشید میسا آقاشو در بریم فرشید فرشید رو صحبت کنیم، راجب خوندنش میتونیم من صحبت کنیم. تمام میدونم همه این کارا خیلی سخته. من چند تا کنسرت گذاشتم، همین یکیش بود تو الکس few years ago was sold out, people are killing each other. Decide کردیم که تو Alex concert بذاریم. بابا کوچیکه برای آقای ابی، ولی they want it. We just concentrate on Armenian, but we had sold out in like few hours. و خیلی سخته concert گذاشتن برای especially legend. واقعا قبل از اینکه اصلا تعارف نیست، فرشید واقعا زحمت میکشه. فکر میکنم در روز مینیموم 12 تا 14 ساعت کار میکنه، گذاشتن 50 تا 57 تا 58 تا 40 تا کنسرت در سال اصلا کار ساده نیست. در جاهای مختلف جهان، در واقع دیگه الان ایرانی غیر از ایرانی بودن در همه جهان حضور دارن. دیگه باقیش رو از خودش بپرسید. نوبت شما. I know it's very hard and work so hard. نه، واقعا هر کاری میکنیم از قلب انجام میدیم و خودم تنها نیستم. واقعیتش تیم خیلی خیلی حرفه‌ای و همه تیم که میگم واقعا ابی جون همیشه رو استیج میگه، یه خانواده هستن واقعا همینجور هست. سو زحمتش فقط به دوش من نیست، به دوش چندین نفره، ولی این کارمون رو انقدر خوششانسیم که لذت میبریم از کارمون، حس میکنیم که داریم کار میکنیم. خب اکتبر فرست، بله اول اکتبر که در واقع توری که الان نبی جون توش هست به اسم پروژه عشق or the love project که الان امسال شروع شد و این فیلم همیشه برنامه 15 برنامه این پروژه و در واقع پروژه وابسته است به کارهای خیریه ایوی جان که همیشه قصدشون این بود که یکم که تورا یکم سبک‌تر شد و یکم زمان بیشتر داشتن که در واقع بعد از تور 50 این زمان پیدا شد. بعدش هم که کرونا اومد دیگه خیلی زمان پیدا شد، تونستن بیشتر تمرکز کنن روی کارهای خیریهشون با بنیاد باتو یا ویتی فاوندیشن که در واقع قصد بر اینه که به فرزندان فارسی زبان دور دنیا کمک برسونه و در واقع اتفاقاتی به وجود بیاره تو زندگیشون که یه تاثیر خیلی مثبتی داشته باشه. و خوشبختانه تو این 3-4 سال تونستن روی این تمرکز کنن و الان این پروژه در واقع کاملا وابسته است به بنیاد باتو که در واقع وصل به بنیاد باتو هم اسمش هم از آهنگ باتو و که ابی جون که اون آهنگ هم ترانش باز از ژاکلین عزیزم هست. شنیدم که یه ذره کسالت داره و براش از خداوند بزرگ
استدعا میکنم، آرزو میکنم که هر چه زودتر حالش خوب بشه. Project Love. چطور میتونن involved بشن؟ I'm sure you know a lot of people. He has a lot of followers. That for sure. There is no question. But how we can? چطور ما میتونیم کمک کنیم؟ چطور مردم میتونن involved بشن تو این project؟ Because whatever you guys doing, it's an amazing job. Thank you. ممنون. نه در واقع Love Project که اسم این تور باشد، اولا که یه سبک به خصوصی داره خود برنامه. So, قصد بر اینه که share love, spread love و این برنامه که در واقع این پروژه، این کنسرت با کنسرت قبلی بیجون یه چیزی کاملا متفاوت و جدیده باشه. So it has a whole scenario که وقتی از اول تا آخر برنامه you follow the scenario. Different elements, وطن، زن، دوستی که all encompasses love، یعنی همش یعنی در واقع میرسه به عشق. و در واقع بهترین راه این که اگر تشریف بیارن کنسرت قدمشون رو چشم، ولی قسمتی از هر بلیتی که تو تمام تور فروش رفته میره به کارهای بنیاد باطن. میگم تو الان تو این دو سه سال گذشته تونستیم به صدها بچه فرزند فارسی زبان هم داخل ایران حتی هم خارج از ایران، مثلا با وضعیت ایران و سانکشن‌هایی که وجود داره یکم محدودیم که کاری که تو ایران میتونیم انجام بدیم، ولی خیلی خوشحالم که کاری که تونستیم تو این دو سال انجام بدیم و هنوزم داریم انجام میدیم خیلی افکت خوبی داشته. خدا رو شکر. Thank you. You guys doing great job. می‌خواستم بپرسم کجا زندگی می‌کنی، ولی اشاره کرد که چه How many? 40-50 concerts? I'm like, okay, shut up, Rubina, do not ask that question. البته الان کمتر شده، ولی... نه، ولی خب... در واقع هم لس آنجلس هستم. خب به هر حال میتونم بگم امریکا وطن دوم منه. 1977 من وارد امریکا شدم و اسپانیا هم هستم. یک آلونک کوچیک با مهشید خانم داریم. کنسرت های اروپا سعی میکنیم اونجا باشیم، برای که مسافت ها خیلی نزدیکه و کنسرت ها مثلا 7-8 کنسرت شهرهای اروپا هست، در اونجا هستیم. کنسرت های امریکا و کانادا میام اینجا و باقیش هم رو هوایی. میدونم که دو دفعه یا سه دفعه تو ارمنستان بودیم. بله. Tell us about your experience. چطور بود؟ اولین بار که رفتم بسیار بسیار خوشحال شدم، برای اینکه گفتم دوستان در ارمنه خیلی زیادی دارم و دوست داشتم ارمنستان رو ببینم و بسیارم خوش آمد. شهر یرگان بسیار شهر زیبایی شده. قسمت های قدیمی شهر رو رفتم و خارج از شهر یک جایی بود گارنی. بله گارنی. با یک دوستی آشنا شدم که بالاوان میزد، هنوز هم اونجاست، با یه ساختمون خیلی قدیمیه. یعنی هر روز اونجا چیز شد. بله. ضمن این که خب به هر حال کنیاک ارمنستان. هر چند روزی که اونجا فرصت داشتیم واقعا بسیار بهمون خوش گذشت. بسیار دوستان ارامنه بسیار مهمان نواز دارن و پذیرایی بسیار خوبی از ما کردن و دستشون درد نکنه. ممنون ازشون. هر بار میریم کنسرتات هم خیلی کنسرت های شما که خیلی سکسسفول بوده و اینم خبر دارم که نصفش از ایران یا از ارمنستان ارمنی بودن.
میگم نه که فقط اینجا تو لس آنجلس ارمنیا حمله میکنن تو این کنسرت ها. I can say 50% supporters are Armenians. Thank you so much you're visiting in our country, supporting Armenians. همه بالاخره اونجا این کام میاد. خیلی مهمه برای ارمنستان. بله و به هر حال برای همینی که من هفت‌هشت‌باری بود و همیشه آخر برنامه هم به سلامتی دوستان ارامنه نوشیدم هایری گرداستانی گناتم. That was good. خوب بود؟ You always این یادمه چوی منم گفتی. That was great. واقعا تشکر میکنم از وقت شما. خواهش منم تشریف آوردیم. ممنون از دعوتتون، سپاسگزارم. Thank you so much فرشید جان. October 1st یک صدا آقای صدا ابی با پروژه عشق دیدار شما می آید. October 1st Los Angeles The Forum. برای اطلاعات بیشتر به سایت ebiconcert.com و یا فروشگاه های معتبر ایرانی مراجعه کنید. ابی October 1st Los Angeles The Forum. بیا کنارم سر به ناز بی تو. Thank you so much. ممنون از شما. خواهش می‌کنم برای همه تماشاگران تلویزیون آرزوی سلامتی و شادابی و موفقیت دارم. الان وقت اینه که استیشن درسته الان وقتشه دیگه. خیلی خوب. I know you speak Armenian ولی فقط نه زیاد صحبت نکردین امروز. امروز زیاد صحبت نکردم. That's okay. Stay so tuned. Miche, Muse, Handipo. Merci. Very good, Steph.